عناوین خبرها افشای طرح سپاه برای سه ترور در اروپا توسط باندهای مواد مخدر اولین تصاویر از آتش سوزی در حرم امام رضا و استبدادی به نام دموکراسی اسلامی به ایران خوش آمدید در خبری اختصاصی که در سایت ایران اینترنشنال منتشر شده منابع دیپلماتیک به ایران اینترنشنال گفتند نیروی قدس سپاه پاسداران با استفاده از قاچاقچیان مواد مخدر قصد انجام سه ترور در ترکیه آلمان و فرانسه را داشته است بنابر اسناد و اطلاعاتی که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته است یک عضو یگان 840 نیروی قدس که در یک کشور اروپایی در بازداشت به سر میبرد اذعان کرده برای هیه مقدمات این ترورها 150 هزار دلار دریافت کرده و بنا بوده پس از انجام قتل ها یک میلیون دلار دیگر هم دریافت کند. منابع دیپلماتیک به شرط محفوظ ماندن نام خود این اطلاعات را در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادند. طبق گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال این عضو نیروی قدس اذعان کرده که دستور داشته یک شهروند اسرائیلی شاغل در کنسولگری این کشور را در استانبول به قتل برساند کشتن یک ژنرال ارشد آمریکایی در آلمان و یک روزنامه نگار در فرانسه بخش دیگر این مأموریت سگانی ترور در اروپا بوده است طبق گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال این عضو نیروی قدس مأموریت داشته از رابطین خود در بین قاچاقچیان مواد مخدر برای این ترورها استفاده کند از واحد 840 سپاه پاسداران به عنوان یگان ویژه‌ای که مأموریت هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف غربی را دارد یاد می شود. محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار در مورد طرح ترور جدید نیروی قدس به ایران اینترنشنال گفت انتشار این خبر در چنین شرایطی میتواند نشان دهنده تلاش ها برای جلوگیری از احیای برجام باشد زیرا نیروی قدس یکی از بزرگترین کاسبان تحریم است و عوامل آن در ادامه ی تحریم ها زینف هستند سازگارا افزود احتمال دیگر این است که با توجه به نفوذ بالای روسیه در رده های بالای نیروی قدس سپاه پاسداران و عدم تمایل مسکو برای بازگشت نفت ایران به بازار جهانی روسیه برای حفظ اهرام فشار انرژی این عملیات را طراحی کرده باشد. سازگارا همچنین خاطر نشان کرد با توجه به اینکه یکی از اهداف این حمله ها یک ژنرال آمریکایی بوده احتمال ارتباط این طرح با تلاش جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام قاسم سلیمانی وجود دارد عضو شورای مدیریت گذار استفاده شبکه ترور سپاه پاسداران از باندهای قاچاق مواد مخدر را امری پر سابقه دانست و گفت مدت هاست که جمهوری اسلامی با قاچاقچیان همکاری می کند و این شبکه قاچاق تروریسم از کابل تا کاراکاس کشیده شده است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی نیز درباره افشای طرح سپاه برای انجام ترور در اروپا و ایران اینترنشنال گفت ترور راهبرد همیشگی جمهوری اسلامی بوده و مقام های تهران مدت هاست که قصد ترور مقام های نظامی و دیپلماتیک آمریکا و اسرائیل را داشتند این تحلیلگر سیاسی به ایران اینترنشنال گفت سرویس های امنیتی اروپا به دلیل ملاحظات محافظه‌کارانه خود سعی می کنند اقدام های تروریستی سپاه در اروپا را علنی نکنند. افشاری خاطر نشان کرد سپاه پاسداران از یک مجموعه آرمانگرا در چارچوب گفتمان بنیادگرایی اسلامی افراطی شیعه محور به یک سازمان گنگستری و مافیایی تبدیل شده است. او افزود سپاه پاسداران برای اینکه مسئولیت اقدامهای تروریستی خود را به عهده نگیرد، از قاچاقچیان مواد مخدر و باندهای خلافکار در انجام طرحهای تروریستی خود استفاده می کند. این نخستین بار نیست که دستگاه های امنیتی ایران از قاچاقچیان مواد مخدر برای انجام معمولیت های ترور در خارج کشور استفاده می کند. در سال 1399 رسانه های ترکیه از روابط وزارت اطلاعات ایران با یک قاچاقچی بین المللی به نام ناجی شریفی زیندشتی خبر دادند. روابطی که گفته می از سال 94 شروع شده و بر ترور و روبودن مخالفان حکومت ایران در ترکیه متمرکز بوده است. باند قاچاق زیندشتی متهم به قتل سعید کریمیان مدیر مؤسسه تلویزیونی جم تی است که در سال 96 در خودروی شخصی در محله ساریر استانبول در حمله مسلحانه به قتل رسید. این باند قاچاق مواد مخدر همچنین از سوی پلیس ترکیه به قتل مسعود مولوی مؤسس کانال تلگرامی جعبه سیاه در یکی از خیابان‌های استانبول متهم شده است. مقام های امنیتی ترکیه همچنین می‌گویند تیمی از باند زیندشتی حبیب اسیود فعال عرب اهوازی را در سال 99 از ترکیه رو بوده و تحویل دستگاه های امنیتی ایران داده است. اولین تصاویر از آتش سوزی در حرم امام رضا. بنابر گزارش ها این حریق خسارت جانی نداشته و علت آن در دست بررسی است. <applause> Давай, استبدادی به نام دموکراسی اسلامی مجله فوربس خامنه ای را در رتبه هجدهمین فهرست قدرتمندترین افراد جهان در سال 2015 ارزیابی کرد اکبر گنجی در مجله فارن می نویسد که خامنه ای از زمان رهبر شدنش تا کنون از راه های متفاوتی برای افزایش نفوذ در بخش های مختلف رژیم ایران پس از انقلاب استفاده کرده است اما این شخص چگونه از اتفاقات پیامدها و زد و بند سیاسی و بین المللی ایران شانه خالی می کند از جمله گرانی بنزین کشتار بیرحمانه آبان واگذاری دریای خزر به روسیه و اخیرا امتیاز بهره چین از منابع و جنوب ایران پروازه هست که هیچ گونه تصمیم گیری مهم داخلی و خارجی بدون رأی مستقیم خامنه ای گرفته نخواهد شد در چند روز گذشته نابسامانی مجلس خبر از برنامه استیزاه روحانی داده که سیاه بیش نبوده و با دخالت مستقیم خامنه ای به عنوان رعایت ادب و نزاکت پرونده استیزاه به طور کامل بسته شد لازم به یادآوری است مهدی کروبی مؤسس و دبیر کل حزب اعتماد ملی در به خامنه ای رهبر ایران از او خواست که به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون و انتقاد از دیگران بار مسئولیت سیاست های سه دهه گذشته خود را بپذیرد. مهدی کروبی که در حصر خانگیست از عملکرد خامنه ای در دوره های مختلف رهبری او به شدت انتقاد کرده و وضعیت سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی ایران را نتیجه مستقیم سیاست های راه بردی و اجرایی خامنه ای دانسته است موضوع مهم دیگری که این روزها به یک موزل حل نشدنی تبدیل گشته این است که خامنه ای سپاه را موازی با وزارت اطلاعات و متعرض شدن به حقوق بنیادین مردم منصوب کرده است نتیجه رفتار سیاسی و فساد بنیادی فرماندهان سپاه، بی‌ثباتی سیاسی و ایجاد فضای استبدادی و حذف حاکمیت مردم و در نهایت نفی جمهوریت نظام است و خامنه ای باید در قبال سیاست های تأسف انگیز دخالت های سپاه پاسخگو باشد. خامنه ای شامگاه سه‌شنبه 28 آبان مقابله حکومت با مردم معترض را جنگ امنیتی توصیف کرد. همچنین آشکارا به بیان راه حل‌های خود برای مشکلات اقتصادی کشور پرداخت. از جمله این که موالید را افزایش بدهیم و توانایی مهندسی و فناوری بسیار بالای دستگاه نظامی به دستگاه غیر نظامی نیز منتقل گردد و در مورد خودرو نفت و بخش های گوناگون سخن این در حالی است که آقای خامنه ای در سخنرانی آبان خود در اعتراضات به شیوه نامتعارف پنج بار بر تخصص نداشتن یا صاحب نظر نبودن در مسائل اقتصادی و به طور خاص محاسبات مربوط به بهای سوخت تاکید کرده بود به عبارت دیگر اظهارات خامنه ای این بود که یک مصوبه سران کشور به اجرا در آمده گویی رهبر جمهوری اسلامی خود را جزو سران کشور نمی دانست و او نیز چون صاحب نظر نیست صرفا تصمیم دیگران را قبول کرده است. اتخاذ چنین رویه ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی البته بی سابقه نبوده و وی برای توافق برجام افزود خیلی به این توافق اعتقادی نداشته و با پادرمیانی یک کشور همسایه وارد این مذاکره گشته و اما زمانی که مذاکرات به این خوبی پیش میرفت میکوشید نشان دهد کار شخص وی بوده است همچنین در مورد قوه قضایی و صدا سیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب میشوند تاکید کرده مدیریت آنها با رهبری نیست همچنین در 24 مهر 1390 در پاسخ به کسانی که در مورد دخالت مستقیم وی در ارگانهای دولتی سوال پرسیدند پاسخ داد اساسا امکان دخالت در وظایف مسئولین را ندارد آیا با پیامدها و مشاهدات چندین سال متمادی مهوریت اصلی جمهوری اسلامی چون این اقرار واهی پوچی قابل قبول است و اکنون با بالا گرفتن خشم و نفرت مردم از دزدی های رو به افزایش هزاران میلیاردی مهره ها و سردمداران رژیم نمایش تکراری مبارزه با فساد در رژیم شکل گرفته و هر کدام به نوبه خود دوباره تکرار می کنند و قافل از نمایش قبل از سال 57 که ملت دیگر چشم و گوششان به آسانی بسته نخواهد شد.